عرض سلام و درود گرم به شما بینندگان محترم، نوید محمدزاده هستم با زنگ سلامت 102 در خدمتتون. امیدوارم که همیشه شاد و پیروز باشید و با سلامتی و تندرستی بتونید مشکلات زندگی را کمتر بکنید، چرا که متاسفانه زندگی امروزی کلی مسائل و استرس برای هممون داره و اگه مدیریت این جور مسائل از دستمون در بره، مخصوصا در مواقعی که استرس داریم، دیگه کنترلش خیلی سخت میشه. راجع به موضوعات استرس و مسائل روحی و روانی سوالات مطرح شده که حتما در یه برنامه خاصی به اون میپردازیم، ولی در مقدمه خواستم یه اشاره داشته باشم که موقعی که تحت استرس هستید سعی کنید تصمیم نگیریم و یا اگه تصمیم میگیریم دو چندان در مورد اون فکر بکنیم، چرا که تصمیمات ما در یه لحظه باعث میشن که مشکلات دو چندانی برامون با وجود بیاد و به سلامتی خودمون و خانوادمون ضررات غیر جبرانی برسونیم. خب امروز میخوایم راجع به موضوع حقوق بیمار صحبت بکنیم. در چند ماه گذشته همجوری که در یکی دو برنامه اشاره کردم، گروهی از همکاران فیزیوتراپیست داخل ایران اومدن یک سندی تهیه و آماده کردن تحت عنوان اخلاق حرفه‌ای یا اتیکال استاندارد این فیزیوتراپی و خوشبختانه خیلی مورد توجه همکاران فیزیوتراپیست قرار گرفت و امیدوارم که به زودی زود این قوانین اجرا بشه، چرا که اجرای اون و ارزیابی نحوه اجرای اون مهمترین قسمت اینجور اصول کاری هست و متاسفانه خیلی از رشته های پزشکی و غیر پزشکی فرق نمی کنه، این کدهای اخلاق حرفه‌ای را در کشورمان یا ندارن و یا اگه دارن اونجوری که بایستی اجرا بشه اجرا نمی کنن. همکاران ما اومدن با همون گروهی که سند اخلاق حرفه‌ای رو آماده کرده بود یه سند دیگه ای تحت عنوان حقوق بیماران در هنگام مراجعه به فیزیوتراپی رو تهیه کردن که اینم خیلی کار بزرگ و لازمی بود و امیدوارم که با ارائه و اجرای این سند حقوق هیچ بیماری در هیچ جایی ضایع نشه و اگر هم مشکلی پیش اومد و یا حقی از بیماری ضایع شد بدون کجا و چجوری با اون برخورد بکنه تا حقشو بگیره. خب این سند بر مبنای چندین سند بین المللی و مدارک و رفرنس های خیلی معتبر تهیه شده و از طرفی هم به مسائل بومی و در واقع فرهنگی در هر کشور خودمون تطابق داده شده و امیدوارم که اجرای اون هم هرچه زودتر انجام بشه و بیماران بتونن بدونن کجا و چجوری از حقشون دفاع کنن. خب این مؤلفه‌های این منشور عبارتند از یکی حق احترام، حق عدالت و پرهیز از تبعیض، حق دریافت و دسترسی به اطلاعات، حق انتخاب و تصمیم گیری، حق دریافت خدمات با کیفیت و آموزش و کیفیت آموزش سلامت، حق اصل رازداری، حق شکایت و رسیدگی به اینا. خب من اینا رو به طور خلاصه براتون خوندم و در ادامه برنامه به هر کدوم از این اصل میپردازیم، به این مؤلفه ها، و امیدوارم که براتون مشخص بشه.
خب همونجوری که اشاره کردم برای ارائه این سند آمادگی این سند از رفرنس های خیلی معتبری مثل کنفدراسیون فیزیوتراپی جهانی و انجمن های فیزیوتراپی آمریکا و انگلیس، استرالیا و جاهای مختلفی استفاده شده و این قوانین اعتبار خیلی خوبی دارند. مؤلفه اول حق احترامه. این شامل چندین دستور عمل هست که مهمترین اونها عبارتند از بیمار حق دریافت خدمات فیزیوتراپی را با احترام داره. در واقع هیچ جایی نباید به بیمار بی احترامی بشه. این بی احترامی شامل چندین موضوع میشه، از نحوه ارائه درمان، نحوه صحبت کردن با بیمار، نحوه اپویتمنت گذاشتن برای بیمار، نحوه ارائه خدمات جانبی و ده ها موضوع دیگه که مهمترین اونها رو من براتون میخونم و یه سری مثالایی میزنم که امیدوارم روشن بشه. اولش همونجور که گفتم میگه بیمار حق دارد به هنگام دریافت خدمات فیزیوتراپی با احترام با او برخورد شود و داشتن رفتاری همراه با حفظ شأن و کرامت انسانی حق هر بیمار است. دومیش میگه بیمار حق دارد که به سخنان وی جهت بیان شرح حال بیماری، اختلالات، ناتوانی ها و مشکلات مرتبط با فیزیوتراپی به خوبی گوش داده شود. و بند بعدی میگه بیمار حق دارد با او به ملایمت، صبر و حوصله برخورد شود. بیمار حق دارد با سوالات وی با احترام برخورد شود. به انتقادات بیمار بایستی به خوبی گوش داده بشه و بیمار حق داره با باورها و عقایدش از هر قومیت و مذهب و ملیت و نژاد و فرهنگی احترام گذاشته بشه. خب میدونین که فیزیوتراپی فرقی که با رشته های دیگه داره اینه که شما برای هر بیمار حداقل 7-8 جلسه باش کار میکنی و درمان ارائه میکنی. به همین خاطر مقدار زمانی که یک متخصص فیزیوتراپیست با یه بیمار طی میکنه در طی دوران ریکاوری خیلی بیشتر از اکثر متخصصین دیگه پزشکی هست و به همین خاطر از یک طرف مسائل زیادی میتونه پیش بیاد، مشکلات زیادی میتونه پیش بیاد و از یک طرف فواید خیلی خوبی داره برای چه بیمار و چه همکاران فیزیوتراپیست. ضرراش اینه که میتونه به خاطر این زیاد بودن زمان و در رابطه با برخورد و نوع درمان مشکل پیش بیاد. فوایدش هم اینه که هم بیمار از این فیزیوتراپیست خیلی یاد میگیره و هم خوشبختانه همکاران و خود بنده اینو تجربه کردم سالیان سال، انقدر از بیمارا من نکته های خوبی یاد گرفتم که باورتون نمیشه، شاید اندازه تمام درس هایی که در این سال خوندم ارزش داشته. به همین خاطر به خاطر این مدت زمان زیادی که با بیمار ما سپری میکنیم مسائل زیادی میتونه پیش بیاد و به همین خاطر اجرای این سند اخلاق حرفه‌ای و سند حقوق بیمار خیلی اهمیت داره. چرا که به عنوان مثال شما وقتی پیش یک، حالا مثال میزنم، چشم پزشک میرید 10 دقیقه 20 دقیقه با چشم شما درمان معاینه میکنه و یا همون یه دفعه است یا 6 ماه دیگه، در یه سری موارد هم چند دفعه شما میرید ولی شرایط طوریه که زیاد فرصت صحبت کردن نیست، یا پیش دندان پزشک میرین اصلا نمیتونید صحبت بکنید، یا پیش دکتر متخصصین دیگه میرین که یا در حال آمپول زدن هستن یا جراحی. پس شرایط در رشته فیزیوتراپی خیلی و فرق میکنه و به همین خاطر رعایت این نکات خیلی مهم هست که ما بتونیم بهترین درمان رو ارائه بدیم. مسئله دیگه ای که حائز اهمیت هست میگه بیمار حق دارد به درخواست
درخواستش مبنی بر حضور یک فرد معتمد یا یکی از بستگانش در طی معاینه و ویزیت پاسخ مثبت داده شود. بندهای دیگه‌ای که داری میگه اگه بیمار کودک باشه، همراه والدین کودک در تمامی مراحل خدمات فیزیوتراپی حق اینو دارن که بیان اونجا بشینن و ببینن که چه درمان‌های انجام میشه، و همچنین وقتی تصمیمی گرفته میشه توسط بیمار، فیزیوتراپیست باید به اون احترام بذاره و رعایت بکنه بنابر شرایطی که اونجا پیش میاد. مؤلفه دوم حق عدالت و پرهیز از تبعیض هست که اینم از مفهومش خیلی روشنه. فیزیوتراپیست باید برای تمام بیمارها عدالت رو رعایت بکنه و هیچ گونه تبعیضی برای هیچ نوع بیماری قائل نشه، چرا که کسی که میاد اونجا فقط برای درمان میاد و من فیزیوتراپیست نباید در هیچ کار دیگه دخالت داشته باشم. که مهمترین این بندهای مؤلفه عبارتند از: بیمار حق دارد خدمات فیزیوتراپی رو بدون تبعیض از نظر سن، جنس، سطح سواد، مقام، اعتقادات و مذهب و زبان و وضعیت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و ملیت و نژاد دریافت نماید. ارائه خدمات فیزیوتراپی بایستی بر اساس عدالت و برابری باشد و این حق هر بیمار است. ارائه خدمات فیزیوتراپی مناسب و مطلوب همانند سایر بیماران مراجعه کننده به فیزیوتراپی حق همه بیماران آسیب پذیر، کمتوان جسمی یا ذهنی، افراد بی سرپرست، کودکان، سالمندان، افراد دارای اختلالات هوشیاری و مشکلات روانی نیز می باشد. پس اگه بچه میاد پیش ما، اگه کسی میاد که معلولیت ذهنی داره، ناشنواست، نابیناست، پیر، جوون، زن، مرد، این حق اونه که با اون به طور مساوی و برابری و بر مبنای عدالت برخورد بشه، و اگه احیانا غیر این بود بایستی حتما بهش رسیدگی بشه. و بند آخرش هم میگه که ارائه خدمات فیزیوتراپی مناسب و مطلوب همانند سایر بیماران به فیزیوتراپی حق بیماران مبتلا به بیماری‌های خاص که خطر انتقال بیماری آنها وجود دارد یا به عنوان انگ اجتماعی شناخته می‌شوند نیز می‌باشد، با رعایت اصول و ضوابط ایمنی. خب مؤلفه سوم حق دریافت و دسترسی به اطلاعاته. در واقع یکی از نکات خیلی خوب فیزیوتراپی اینه که وقتی بیماری پیش فیزیوتراپیست میره، به خاطر باز همون زمانی که زیاد پیش فیزیوتراپیست هست، تعداد جلسات زیاد، اطلاع رسانی و آموزش و آگاهی لازم در باره بیماری شخص، نحوه درمان و خدماتی که ارائه میده، نحوه بهبودی این بیماری، چقدر زمان میبره و مسائل جانبی، و اینکه اگه این درمان انجام بشه چه سودی داره، اگه انجام نشه چه سودی داره، و مهمتر از اون پیشگیری و مسائل زندگی سالم و غیره و غیره. پس از یک طرف این بند برمیگرده به جایگاه مهم رشته فیزیوتراپی، و از یک طرف هم این حق بیماره که به این اطلاعات دسترسی داشته باشه و فیزیوتراپیست هم مسئوله بایستی اینا رو براش خوب توضیح بده و بیمار هر سوالی داشت میتونه بپرسه. اگه احیانا نتونستم، خب طبق معمول مثل تمام جاهای دیگه میره سعیشو میکنه که جواب پیدا بکنه. بیمار بایستی بهترین و بالاترین اطلاعاتو در مورد نحوه بیماریش، نوع بیماریش، نحوه درمان و ده ها موضوع دیگه و اینکه کی خوب میشه، کی میتونه به کارش برگرده، کی میتونه مسائل ورزشی برگرده، تمام این اطلاعات رو بایستی فیزیوتراپیست به بیمار ارائه بده. که اینو به طور کلی براتون توضیح دادم، به کدهای مختلفش نمیپردازیم بخاطر ضیق وقت. میریم به مؤلفه چهارم که حق انتخاب و تصمیم گیری است.
ببینید شما بیماری شونه درد دارید، میرید پیش فیزیوتراپیست و از برخورد این همکار فیزیوتراپیست خوشتون نیومده، از نوع برخوردش، از نوع ادب و احترامش. البته خوشبختانه فیزیوتراپیست ها اکثرشون آدم های خیلی خوش برخورد و مهربانی هستن، ولی به هر دلیلی از کارشون راضی نبودید، این حق دارید که انتخاب کنید و تصمیم بگیرید که آیا اونجا درمانتون رو ادامه بدید یا نه. یکی دو جلسه که بگذره این نکات براتون مشخص میشه، نحوه حرف زدن، نحوه درمان، نحوه ارائه خدمات، تمام اینا برای شما مشخص میکنه که این فیزیوتراپیست علمشو خوب بلده، درسشو خوب خونده، کارشو خوب انجام میده یا نه. و اگه به هر دلیلی ناراضی بودید، این حق رو دارید که انتخاب دیگه داشته باشید و پیش کسی دیگه برید. البته راجع به مسئله پورسانت کلیت نمیخوام ببندم، این شاید 5% همکاران باشن که این کارو میکنند و متاسفانه فقط هم رشته فیزیوتراپی نیست. شما میرید شکستگی پا دارید، دکترتون مینویسه فقط رادیولوژیست خیابون سجاد، میخوام برین آزمایش خون بدین، میگه برو آزمایش خیابون میدان تقی‌آباد، فرق نمیکنه. مهم اونه که این سیستم بایستی درست بشه تو کشور ما و این سیستمی که شما را به فلان مطب ارجاع بدم به خاطر یه مسائل پشت پرده، این غیر پروفشناله و غیر استاندارده و در واقع یک نوع خیانت و کار خلافه، حالا اسمشو هرچی میخوایم بذاریم فرق نمیکنه. مهم اینه که دکتر بر مبنای تشخیص و بر مبنای آشنایی از کار این آزمایشگاه و رادیولوژی و فیزیوتراپیست شما رو معرفی بکنه و نیازی که شما دارین. خوشبختانه در طی این چند سال اخیر و در آینده امیدوارم در ایران خیلی بیشتر بشه، همکاران دارن مطب‌های تخصصی میزنن. به عنوان مثال یک مطب فقط در بیماری نورولوژی این کار میکنه، یکی برای کودکان، یکی برای زنان، یکی برای جراحات ورزشی و در اینجا در واقع اکثر این سیستم از سالها پیش اجرا شده. خیلی از مطب‌ها شما زنگ میزنی میگی من فیزیوتراپی برای بیماری ششم نیاز دارم، میگه ما کاری نداریم با این، شما بهتره یه جای دیگه تماس بگیرین که تخصصشون در این کاره. پس دکتر بایستی بر مبنای نیاز شما، نوع جراحت و بیماری شما، شما رو به بهترین جا معرفی بکنه. برسیم به کدهای این مؤلفه که انتخاب تصمیم گیری است. میگه بیمار حق دارد بر اساس اطلاعات مناسب و قابل فهمی که به وی ارائه می شود انتخاب و تصمیم گیری کند. بیمار حق انتخاب و تصمیم گیریش در ارتباط با خدمات فیزیوتراپی و آگاهانه باشد. بیمار حق دارد پس از دریافت اطلاعات زمان لازم و مناسب به وی جهت انتخاب و تصمیم گیری برای دریافت خدمات فیزیوتراپی داده شود. رضایت آگاهانه یا informed consent حق بیمار است. شما بایستی با آگاهانه و با رضایت کامل اون فرم شروع درمان رو امضا بکنید و اگه خواستین امضا نکنید این حق شماست، و یا در طی مدت درمان حق دارید که امضاتون رو در واقع پس بگیرید که در واقع انتهای درمان اعلام بکنید. قبل از اخذ رضایت آگاهانه ادراک بیمار از منافع و مضرات خدمات فیزیوتراپی حق بیمار است. برای اخذ رضایت آگاهانه بیمار باید صلاحیت لازم را داشته باشه و اگه مثل بچه بود یا مسائل مشکلات روحی روانی داشت همراهشون بایستی این رضایتنامه را امضا بکنند. بیمار یا ولی قانونی حق دارد هر زمان این رضایت خود را پس بگیرد. بیمار در انتخاب ادامه پایان بخشیدن به خدمات فیزیوتراپی حق دارد که آزاد انتخاب کند و هیچ کس حق ندارد وی را نسبت به دریافت خدمات فیزیوتراپی
مجبور کنه، بیمار حق دارد خدمات فیزیوتراپی را شروع یا رد کند، بیمار حق دارد در مسیر و جریان خدمات فیزیوتراپی از ادامه منصرف شود. برها تمام نکاتی را که شما به هر نوع حق و حقوق بیمار نگاه بکنید تو این سند اومده و قراره که همکاران موقعی که زمان اجرای این رسید اینو در تمام مطب‌ها کپی لیفلتشو داشته باشن و به هر بیمار یک نسخه بدن. در آنلاین هست، میتونید مراجعه بکنید کسانی که فیزیوتراپی میرن. چون دوستان درسته ما در ایران متاسفانه خیلی آمار همکاران فیزیوتراپیستمون کمه، در حدود 5-6-7 هزار نفر فیزیوتراپیست داریم، ولی با همین کمی تعداد هم یا اکثر شماها یه بار تا حالا به فیزیوتراپیست مراجعه کردین و یا متاسفانه در آینده مراجعه خواهین کرد. پس به همین خاطر خیلی مهمه که شما بدونید این 7-8-10 جلسه ای که هر کدومش هم حدود نیم ساعته شما میرید اونجا، این فیزیوتراپیست چه کار برای شما میکنه. متاسفانه هستن خیلی ها که سوءاستفاده میکنن، هستن فیزیوتراپیست هایی که همزمان ده ها بیمار معاینه میکنن، مثل همون همکار پزشکی که همزمان 5 تا بیمار میبره تو مطبش، 5 تا نسخه مینویسه و میاد بیرون. پس ببینید کسی که بخواد کارشو خوب انجام نده در همه مشاغل هستن. من حالا موقعیت پیش اومده راجع به همکاران فیزیوتراپیست خیلی رک و سریع حرفا میزنم، به موقعشم خیلی تعریفشون کردم و خوبیهاشون خیلی گفتم. و اگه شما دیدید فیزیوتراپیستی همزمان 3 تا مریض داره اونجا تمرین میده، مخالفت کنید. اگه دیدید منشیش اومده برای شما دستگاه الکتروتراپی میذاره، مخالفت کنید. اگه دیدید با شما روی شونه شما داره کار میکنه، مرتب بیزنس دومیشو در کنارش داره انجام میده، نرخ ارز رو میپرسه و نرخ خونه و اون کرایه خونهش و اینا رو، مخالفت کنید. شما این حق حقوق شماست و بایستی اگه احیانا میگم تعداد خیلی معدودی میتونن باشن که این کارا را به طور اتومات انجام ندن، ولی اگه دیدین کسی انجام میده، شما بیماری که بایستی حق و حقوق تو از این شخص بگیرید. مؤلفه های اینم خیلی زیادن. پس مؤلفه پنجم حق دریافت خدمات با کیفیت آموزش و سلامت بود که بیمار حق دارد دریافت خدمات فیزیوتراپی بر اساس حق شأن انسانی و احترام، همون مؤلفه اول عدالت و پرهیز از تبعیض، مؤلفه دوم و صداقت درست کاری باشه، بیمار حق دارد خدمات فیزیوتراپی را در زمان تعیین شده و در سریع‌ترین زمان ممکن دریافت کند، بیمار حق دارد خدمات فیزیوتراپی به صورت کامل و جامع دریافت کند، بیمار حق دارد پول اضافی به فیزیوتراپیست نده اگه بیمه داره به عنوان مثال، یا بیمار حق داره که مقدار ویزیت یا حق درمان فیزیوتراپیست از قبل بدونه، بیمار حق دارد فعالیت ها و اعمالی که نیازمند دانش فیزیوتراپی دقیق و مهارت خاص جهت اجراست فقط توسط فیزیوتراپیست انجام گیرد، بیمار حق دارد اطلاعات کافی و لازم درست بر طبق مؤلفه سوم دسترسی داشته باشد، که اینم ادامه‌شو به خاطر وقت صرف نظر میکنم. و این نکته دیگه ای هم که عادت کنیم بیماران عزیز، هر فیزیوتراپیستی که میریم پیشش ازش کارتشو بخواین. متاسفانه خیلی وقتها دانشجو به عنوان فیزیوتراپیست میفرستن برای هوم ویزیت شما، شما نمیدونید. خیلی وقتها همکار رشته دیگه خودشو به عنوان فیزیوتراپیست جا میزنه. دیدیم همتون این کلیپ های جعلی و قلابی، این همه مدارک جعلی و قلابی متاسفانه همه جا روز به روز بیشتر میشه. پس امیدوارم که شمای بیمار این حق و حقوق رو بدونید و اونا رو بخواید، چرا که خواستن شما باعث اجرای اونا میشه. مؤلفه ششم حق اصل رازداری است که فیزیوتراپیست باید تمام حرفا و اطلاعاتی که از شما را داره در اونجا به طور محرمانه نگه داره، به کسی نده مگر با اجازه و امضای شما. مؤلفه هفتم هم حق شکایت و رسیدگی به اوناست. باعثی تمام مطب‌ها و مراکز فیزیوتراپیست یک نوع نحوه رسیدگی به شکایات و انتقادات بیماران به طور خیلی
واضح برای شما داشته باشن و در همون جلسه اول بهتون بگن اگه مشکلی پیش اومد میتونید یا نامه شکایتتون رو به ما بگید مستقیم یا صندوق باکسی هست که اونجا میتونید بذارید و یا اگه هم اینا رو بهتون ارائه ندادن میتونید با مراکز انجمن فیزیوتراپی تماس بگیرید که در تمام استانها داریم و یا انجمن مرکزی که بازرسی محترم حتما و حتما با اون رسیدگی خواهند کرد. مطمئن باشید هر شکایتی داشته باشین شما انجام بدین حتما و حتما بهش رسیدگی میشه و اگه نشد بار دوم بار سوم تا حقتون رو پس بگیرید. به هر حال خیلی ممنونم از همه همکارانی که در تهیه این سند هم مثل سند اخلاق حرفه‌ای خیلی زحمت کشیدن. من اسم نمیبرم، دوستان خیلی زیادی شرکت کردن در این راه و هدف و برنامه بعدی اجرای این دو سند خیلی مهم اخلاق حرفه‌ای و حق و حقوق بیمار است که امیدوارم تک تک همکاران در این کار پیشرو باشن و این حق و حقوق رو پرینت کنن در مطب‌هاشون، به هر بیمار یه نسخه بدن و بیماران عزیزم بدونن که وقتی پیش من فیزیوتراپیست میان چه چیزهای انتظار داشته باشن، چه حق و حقوقی دارن و کجا و کی چجوری به این حق و حقوقشون رسیدگی کنند. خب به آخر برنامه رسیدیم، متاسفانه وقت نشد من تمام اینو کامل براتون بگم، لینک ورژن آنلاین و جاهای دیگه که میتونید به این دسترسی داشته باشین براتون میذارم. سوال و نظری داشتید میتونید بازم با ما در تماس باشید از طریق سوشال میدیا یا وبسایت که آدرسشو در زیر برنامه میبینید. تا برنامه بعد روز روزگار خوش، خدا نگهدار.